بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند، تیره بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند، شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه‌ای از بنیاد آینه. گفتار دوم، جنبش مشروطه خواهی چگونه پیدا شد؟ در این گفتار سخن رانده می شود از پیشامدهای ایران، از آغاز جنبش مشروطه خواهی تا داده شدن فرمان مشروطه. همدستی دو سید. در پایان سال 1283، نیمه دوم اسفند که محرم 1322 فرا رسیده بود، در تهران در بسیاری از منبرها گله و بدگویی از نوز می شد. پس از بستن آن پیمان و تعرفه، نوز به جای آنکه کیفر ببیند و از کشور رانده شود، روز به روز به جایگاهش افزوده می گردید. چنان که این زمان گذشته از وزیری گمرکات، وزیر پست و تلگراف و رئیس تذکره هم گردیده. در شورای دولتی نیز یکی از باشندگان می بود و خود کژرفتاری بسیار با مردم نموده. در اداره تا می توانست کارها را جز به ارمنیان نمی سپرد و گفته می شد از نژاد جهود است. مردم سخت آزرده می بودند و بهبهانی و پیروان او فرصت یافته و آن پیکره را که گفتیم، نوز را با عمامه و عبا نشان می داد و کسانی از پیکره نسخه های بسیار چاپ کرده میان مردم پراکنده گردانیدند. در بیرون افتادن نوز خواسته می شد، ولی از درون بهبهانی به برانداختن عین الدوله می کوشید، چون چند سال پیش ملایان امین السلطان را برانداخته بودند، کنون این برانداختن جانشین او را می‌خواست. چنان که گفتیم شاه و عین الدوله به این هیاهو پروا ننمودند و بیگمان نوز نیز جز از در ریشخند نیامد. چون روزهای محرم به پایان رسید، هیاهو هم فرو خوابید، ولی در نهان بهبهانی دنباله کوشش را می داشت و برای نیرومندی خود آرزوی همدستی با یکی از علمای بزرگ تهران می کرد و در همین روزها بود که میانه او با شادروان سید محمد طباطبایی همدستی پیدا شد. در تاریخ بیداری چنین می نویسد: معتمدالاسلام رشتی از طرف آقای بهبهانی آمد خدمت آقای طباطبایی که قول همراهی را از ایشان بشنود. جنابش در اول او را مایوس فرمود، ولی در آخر فرمود اگر جناب آقای سید عبدالله مقصود را تبدیل کنند و غرض شخصی در کار نباشد، من همراه خواهم بود. از آنجا رفت منزل حاجی شیخ فضل الله. از آنجا که به کلی مایوس گردید، بلکه شیخ معتمدالاسلام را ترسانید که تو را چه با این رسالت؟ برفرض عین الدوله معترض سید نشود، ولی تو را تمام و معدوم خواهد نمود. از آنجا رفت منزل حاجی میرزا ابوطالب زنجانی. او هم در اول امر معتمدالاسلام را ترسانید،
ولی در آخر قول داد که بی‌طرف باشد، نه همراهی کند و نه مخالفت نماید. پس از آن حاجی شیخ عبدالنبی را ملاقات نمود. مشار اله گفت من باید خودم با جناب آقا سید عبدالله ملاقات نمایم. معتمد الاسلام گفت مکان و زمان ملاقات را معین نمایید. جواب داد که من که به خانه آقا سید عبدالله نخواهم آمد، ایشان هم اگر بخواهند منزل من بیایند خبر به عین الدوله میرسد و از من خواهد رنجید. بالاخره قرار بر این شد که در خارج از تهران در ابن بابویه از یکدیگر ملاقات نمایند. پس از اطلاع جناب آقا سید عبدالله فرموده بود همان آقای طباطبایی با من باشد، مرا کافی است. شیخ عبدالنبی که قابل و داخل آدمی نیست، حاجی میرزا ابوطالب هم اگر مخالفت نکند مرا بس است. اما حاجی شیخ فضل الله این ایام گرم عین الدوله است، چند روز دیگر او هم مأیوس خواهد شد. این همدستی میان دو سید در روزهای نخست سال 1284 بوده و آغاز جنبش مشروطه را هم از آن روز باید شمرد. پاسخ طباطبایی را می باید نیک اندیشید. اگر جناب آقا سید عبدالله مقصود را تبدیل کنند و غرض شخصی در کار نباشد، من همراه خواهم بود. از این گفته پیداست آن نیک مرد رهایی ایران را از دست ستمگران و خودکامگان می‌خواسته و برداشتن یک عین دوله را کار کوچکی می‌شمرده. از این سوی گفته بهبهانی نیز ستوده است. همان آقای طباطبایی با من باشد، مرا کافی است. از این گفته پیداست که پیشنهاد طباطبایی را پذیرفته و از دشمنی با عین الدوله تنها چشم پوشیده. این گفته ها نشان نیکی و بخردی هر دوی ایشان می باشد. اینان هر یکی خیشان و پیروانی می داشتند و کسانی از ملایان کوچک بسته ایشان می بودند و چون به هم پیوستند نیروی پدید آوردند و خواهیم دید که چگونه روز به روز نیرویشان فزون تر گردید. نویسنده ی تاریخ بیداری که خود از بستگان طباطبایی می بوده و در این داستانها پا در میان می داشته و بیشتر این آگاهی ها از کتاب اوست، نمی نویسد که دو سید بهره چه با هم پیمان بستند و چه در اندیشه می داشتند و از گفتگوی آن دو چیزی نمی آورد. ولی از کارها پیداست که این دو تن از نخست در اندیشه مشروطه و قانون و دارالشورا می بودند، ولی بخردانه می خواستند کم کم پیش روند تا به خواستن آنها رسند. چنان که گفتیم از ده و اند سال باز در سایه کوشش‌های کسانی در ایران تکانی پیدا شده و همواره پیش می‌رفت و این زمان بسیار پیش رفته و تنها پیشروان کاردانی می‌خواست که آن را به نتیجه درستی رسانند و آن پیشروان این دو سید شدند. این که گفتند دو سید و دیگران از مشروطه آگاه نمی بودند و در عبدالعظیم یا در سفارتخانه دیگران آن را به زبان ایشان انداختند، سخنی است که از دلهای پاکی نتراویده. در ایران بسیارند کسانی که خود کاری نمی توانند و همیشه می خواهند کارهای ارجدار دیگران را هم از بها اندازند و بیخردانه زبان به چنین سخنانی باز می کنند. سرجنبانانی در ایران از 20 و 30 سال پیش معنی مشروطه و چگونگی زیست توده های اروپایی را می دانستند و سالانه کسانی به اروپا می رفتند و باز می گشتند و آگاهی ها از آنجا می آوردند و از چند سال باز گفتارها درباره قانون و مشروطه در روزنامه های فارسی نوشته می شد. آری، توده انبوه و مردم بازاری از آن آگاه نمی بودند، ولی این جز از آن است که دو سید هم ندانسته باشند.
اگر اینان معنی مشروطه را نمی دانستند و آن را نمی خواستند، پس به چه می کوشیدند و آن ایستادگی را در راه چه می نمودند و صد گزند و آسیب را به امید چه نتیجه بزرگی به خود هموار می ساختند؟ بیگمان اینان دانسته می کوشیدند و چنان که خواهیم دید، همین که دوتن با هم پیمان همدستی بستند، از هر پیش آمدی بهره جویی کرده و گامی به سوی پیش رفتند. آزردگی نمودن بازرگانان تهران از دست بلژیکیان. در این میان گفتگو از رفتن شاه به اروپا می شد. برای بار سوم آرزوی دیدن اروپا به دلها افتاده و شاه و وزیر و همراهان آماده رفتن می شدند. به هنگامی که از هر گوشه کشور ناله و فریاد بلند می شد، اینان با دل آسوده بسیج سفر می کردند، ولی پیش از آن که بروند در تهران یک شورش کوچکی برخاست. بدین سان که بازرگانان از بدرفتاری کارکنان گمرک به تنگ آمده و تیمچه ها و کاروانسراها را بسته و به عبدالعظیم پناهیدند. نوز و همدستان او با مردم آشکار دشمنی می نمودند و تعرفه‌ای که بدان سان بسته بودند به کار بستن آن بس نکرده و از هر کالایی چند برابر بدهی آن را می طلبیدند و با زور در می افتند. بازرگانان نامه به عین الدوله نوشتند، ولی او بی پروایی نمود و سرانجام به خواهش سعد الدوله چنین نهاده شد که در نشستی با بودن سران بازرگانان و نوز گفتگو شود و چون آن نشست در دربار برپا گردید، بازرگانان نشان دادند که از کالاها چند برابر آنچه در طرف اس میگیرند و نوز چون پاسخی نتوانست با بودن عین الدوله و سعد الدوله و دیگران به بازرگانان دشنام گفت. همگی از این رفتار او رنجیدند. نوزده سفر تیمچه ها و کاروانسراها و بازار بزازان بسته شد و بازرگانان و بزازان و دیگران به عبدالعظیم پناهیدند. از سران اینان یکی حاجی محمد اسماعیل مغازه‌ای و دیگری حاجی علی شال فروش می بود. اینان با بهبهانی و طباطبایی بی پیوستگی نبودند و در تاریخ بیداری می نویسد: پیش از رفتن به عبدالعظیم به خانه آقای طباطبایی آمده و او را از چگونگی آگاه ساخته و دستور برای کار و رفتار خود گرفتند. نماینده حبل المتین نزد اینان رفته و خواستشان را پرسیده و به گشادی برای روزنامه نوشته. اینان سه سخن می گفتند. یک، از تعرفه گمرکی نوین گله کرده و زیانهای آن را به کشور و بازرگانی می شمردند. دو، از ستمگری کارکنان گمرک و از پولهای فزونی که از بازرگانان ایران گرفته می شد می نالیدند. سه، بدخواهی های نوز و دشمنی های او را با ایرانیان باز نموده برداشتن او را می خواستند. می گفتند نوز جهود است و با ایرانیان دشمنی ویژه‌ای می نماید. پنج یا شش روز بدین سان گذشت. در این میان محمد علی میرزا از تبریز به تهران آمده و در نبودن پدرش نایب السلطنه خواستی بود و او کسانی نزد بازرگانان فرستاد و دلجویی هایی نمود و چنین نوید داد که چون شاه به سفر اروپا رود و بازگردد، خود او برداشتن نوز و بیرون کردن او را از ایران بخواهد. و از آن سوی چون می دانست پشگرمی بازرگانان به بهبهانی است، خود به خانه او رفت و از او هم دلجویی نمود.
بدینسان شورش فرو خوابید و چون شاه رخت به باغ شاه کشید و آماده رفتن می بود، سران کار بیش از این نخواستند آن را دنبال کنند. شاه و همراهان 4 ماه کما بیش در اروپا می بودند و گردش می کردند تا دوباره به ایران بازگشتند. در این سفر او بود که گفته می شد 68 تن را همراه می داشت. در نبودن او در تهران داستانی روی نداد، جز این که بهبهانی به فزودن نیرو می کوشید و کسانی را با خود هم دست می گردانید. یکی هم در فارس، مردم از ستم شعاع‌السلطنه فرزند شاه به ستوه آمده و به ناله و دادخواهی برخواستند. شعاع‌السلطنه دیه‌های خالصه را از دولت خریده، به دستاویز آن، به دیه‌هایی که کسان در زمان ناصرالدین شاه از دولت خریده و پول پرداخته بودند نیز دست می‌انداخت و با زور دارایی مردم را می‌برد. این بود که مردم به ناله و دادخواهی برخواسته به علما و دولت تلگراف می فرستادند. آشوب کرمان. در میان در کرمان هم کارهایی رخ می داد. بدینسان که چون در آن شهر مردم به 2 گروه می بودند، یکی کریم خانیان یا شیخیان و دیگری متشرعان یا بالاسریان. در این زمان چون این رخ داد که شیخ برینی نامی به کرمان آمد و در منبرها به بدگویی از کریم خانیان برخاست و متشرعان را بر ایشان آقالی. رکن الدوله نامی از شاهزادگان که حکمران آنجا می بود، شیخ را از شهر بیرون راند، ولی مردم به آشوب برخاسته و بازگشت او را خواستند و حکمران از ناتوانی و کار ندانی گردن به خواهش ایشان نهاده، شیخ را بازگردانید و او باز به آتش کینه و دشمنی متشرعان باد می زد. در این میان حاجی میرزا محمد رضا نامی از علمای کرمان که سالها در نجف درس خوانده و مجتهد گردیده بود، با دلی پر از آرزوی پیشوایی به شهر خود بازگشت. او نیز فرصت جسته در دامن زدن به آتش آشوب با شیخ برینی همدست و همداستان گردید و چون کریم خانیان زبون شده بودند، بران شد که مسجدی را که در دست آنان می بود و موقوفات بسیار می داشت گرفته و به یکی از خیشان خود سپارد و او را با گروهی از مردم برای گرفتن مسجد روانه گردانید. چون کریم خانیان ایستادگی نشان دادند، حکمران چند تن فراش و تفنگچی به در مسجد گمارد و اینان شلیک به مردم کردند. چند کس کشته شده و چند کس زخمی گردیدند. این آگاهی زمانی به تهران رسید که مظفرالدین شاه از اروپا برنگشته و محمد علی میرزا نایب السلطنه می بود و او رکن الدوله را از حکمرانی برداشته و ظفر السلطنه را که هم از شاهزادگان می بود به جای او فرستاد و او با شتاب خود را به کرمان رسانید. از آن سوی حاجی میرزا محمد رضا دست از کار بر نداشته، شورش مردم را فرو ننشاند و پس از رسیدن ظفر السلطنه یک داستان ناستوده دیگری رخ داد و آن اینکه پیروان آقا به خانه های جهودان ریخته و خم های آنان را شکستند و می ها به زمین ریختند. حکمران خواست جلوگیری از آشوب و دستبندی کند و مردم را پی کارهای خودشان فرستد. وی کسانی را برای گفتگو نزد حاجی میرزا محمد رضا فرستاد، ولی او به جای آنکه مردم را از سر پراکند و آشوب را فرو نشاند، برای تیز گردانیدن آتش مردم چنین وانمود که آرزوی زیارت به سرش افتاده و می‌خواهد به مشهد برود و روزی به این آهنگ از خانه بیرون آمد
ولی مردم ریخته و جلوی او را گرفتند و او را به خانه بازگردانیدند. حکمران ناگزیر شد مردم را بپراکند و این بود که یک دست سرباز و تفنگچی بر سر خانه حاجی میرزا محمد رضا فرستاد و اینان شلیک کنان رفتند که دو تن با تیر کشته شدند و آشوبیان خانه حاجی میرزا محمد رضا و پیرامون را تهی کرده و هر کسی به جایی گریختند و تنها زنان ماندند. تفنگچیان به خانه در آمده حاجی میرزا محمد رضا را با چند تن دیگر از خیشانش گرفته با رسوایی جلو انداخته و با موزیک روانه گردیدند. مردان همه گریخته و پنهان شده بودند و زنان با گریه و شیون آقای مجتهد را راه می انداختند. دستگیران را به اداره حکمرانی آورده خود حاجی میرزا محمد رضا و سه تن دیگر از ملایان را به فلک بسته چوب به پاهایشان زدند. سپس آنان را از شهر بیرون کرده به رفسنجان فرستادند. پیروان آقا زورشان به آن رسید که در خانه او انبوه گردند، روزه خوانند، گریه کنند، به سر خود زنند. چند روز این کار را می کردند و پیش نمازان هم از رفتن به مسجد و نماز خواندن خودداری می نمودند. این رفتار ظفر السلطنه که بسیار به جا بود آن روز گناه بزرگی شمرده شدی. چوب زدن به پای مجتهدان کاری بود که مردم گمان نکردندی و از آن سوی داستان چنان که روی داده بود به تهران نرسید. کسانی از خیشان و هواداران حاجی میرزا محمد رضا نامه نوشته و داستان را چنان که می‌خواستند باز نموده بودند. این بود بر دو سید گران افتاد و آن را نمونه دیگری از خودکامگی عین الدوله و بی‌پروایی با علما شمردند و چون در سایه همدستی نیرومند گردیده و خود در پی دستاویزهایی می بودند که با دولت درفتند و به بدگویی پردازند و مردم را بشورانند و از آن سوی ماه رمضان در میان و زمینه کار آماده می بود، از فرصت سود جسته فردا که چهارشنبه 24 آبان 17 رمضان بود، در بیشتر منبرهای تهران گفتگو از داستان کرمان کرده شد و از عین الدوله و حکمرانانی که به شهرها می‌فرستاد بدگویی‌ها رفت. شادروان طباطبایی خود به منبر رفت و گفتگو کرد و مردم را بگریانید. صدرالعلما نیز همین کار را کرد. در مسجد سپهسالار کهن که از آن بهبهانی بود، با بودن خود او و با دستورش واعظی آن گفتگو را به میان آورد. حاجی شیخ فضل الله نوری و علمای دیگری که با اینان همدستی نمی داشتند و از نهان پشتیبان عین الدوله می بودند، بی‌پروایی نمودند، ولی دولت ناگزیر ظفر السلطنه را از کرمان باز خواند. در همان روزها شبی شب 25 رمضان بهبهانی به خانه طباطبایی آمد و دو تن نهانی با هم گفتگو کردند و پیمان همدستی میان ایشان از این شب هرچه استوارتر گردید. بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بخت‌تر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شوربخت‌تر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد.
تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه‌ای از بنیاد آینه.